با نام و یاد خداوند مهربان میریم سراغ فارسی بخانیم سبب دبستان درس دوازدهم و نام درس ما هست ایران عزیز درس به صورت شعر و شعری روان و زیباست آه ایران عزیز سرزمین زرخیز تو چه زیبا هستی چه فریبا هستی سرزمین زرخیز یعنی سرزمینی که ازش طلا بلند میشه و منظور فقط طلا نیست یعنی هم ثروتمنده و هم انسانهای برجسته ای رو در خودش جای داده از دو سو بر دریا راه خود باز کنی سر به دریا زده ای پا به دریا کردی توی دریاهایت هست نعمت بسیار توی دریای خزر یا که در آب خلیج که بود نام دلانگیزش فارس نام زیبای مقدس که برازنده تر از هر نامی است تا جهان باقی و دریا و خلیجی باقی است در این قسمت میخواد بگه که ایران از دو سو یعنی قسمت شمال و جنوب به دریا راه داره که از قسمت شمال به دریای خزر و از جنوب به خلیج فارس و دریای عمان و از اونجا به اقیانوس هند میگه این دریاهاش جوریه که پر نعمت هست یعنی شما داخلش همه چی میتونی به عنوان ثروت پیدا بکنی هم ماهی هم انواع مرواریت ها نفت و غیره بعد میگه که تو این هر دو دریا یعنی دریای خزر و خلیج فارس شما همه چیز رو میتونید پیدا بکنید و نام دلانگیزشون یعنی نامی که دوست داشتنی هست و همیشه مقدس هست برازنده است یعنی شایسته است برای این دو دریا و تا جهان باقی است یعنی تا وقتی دنیا هستش این دریا و خلیج نامشون فارس باقی میمونه و همیشه باعث سرفرازی و سربلندی ایرانیان خواهد بود آه ایران عزیز داده ای جای در آغوش خود این مردم خوب مردمی خوب و صبور عاشق میهن خود عاشق کشور ایران عزیز میگه ای ایران عزیز تو مردم رو مردم خوبی رو در درون خودت در در واقع داخل مرزهای خودت جای دادی این مردم صبورن خوبن و عاشق میهنشون هستن سرزمین زرخیز سرزمینی که به فرهنگ جهان خدمت کرد به هنر رونق داد علم و دانش گسترد مولوی سعدی و حافظ پرورد زاد فردوسی را زاد و پرورد به دامن خیام زاد بیرونی را بوعلی سینا را میگه این سرزمین ایران که یک سرزمین زرخیز هست یک سرزمین در واقع تلاخیز هست این سرزمین به فرهنگ جهان خدمت کرده یعنی نه فقط به ایران بلکه به جهان خدمت کرده هنر رو رونق داده باعث پرورش هنر شده علم و دانش رو گسترده کرده به همه جا پخش کرده پرورش داده بعد در این سرزمین ایران شعرا و عرفای بزرگی مثل مولوی و سعدی و حافظ وجود دارن که در دنیا تک هستن و نمونهشون پیدا نمیشه. فردوسی با اون اثر زیبای خودش که شاهنامه هست در ایران متولد شده. خیام دانشمندی بزرگ، ریاضیدان بزرگ، شاعری برجسته، استاد در تاریخ، در سیاست این شخص هم مربوط به ایران هست بعد بیرونی این ابوریحان بیرونی هم دانشمندی برجسته و ریاضیدانی بزرگ بوده در زمانهای قدیم دانشمندان فقط تو یک یا دو درش رشته تبهر نداشتن بلکه زیاد بود موارد علمی که اینها درش تخصص داشتن زیاد بود بعد بو ابو علی سینا یا بو علی سینا رو که ابو علی سینا پزشکی ماهر و در واقع فیلسوفی بزرگ مرتبه بود و در عصر خودش دوره خودش بزرگترین دانشمند بوده و در تمام علومی که تو اون دوره وجود داشته تبهر داشته و کتاب های این دانشمندان بزرگ به خصوص ابو سینا در دانشگاه های اروپا قرن ها تدریس می شده این زمین پاکان زادگاه مردان خاک پاک ایران که همه چشم طمع دوختند به همه نعمتهاش با دهانهای حریص که اگر خواب بمانیم زما میگیرند میرو بایند به زور آنچه داریم و برای خود ماست مال ما یکی که ایرانی هاست نه برای حفظت ز خطر یا مشکل آه ایران عزیز سرزمین زرخیز تو چه زیبا هستی چه فریبا هستی از آقای عباس یمینی شریف میگه که این ایران سرزمین پاکان انسانهای پاکه و درش مردان زاده شدن منظور از مردان فقط جنس مزکر نیست بلکه میخواد بگه انسانهای برجسته در این سرزمین متولد شدن خاکش خاک پاکیه ولی متاسفانه همیشه به این سرزمین چشم تمه دوخته شده و دشمنان و تمعکاران خواستند که از نعمتهای ایران سو استفاده بکنن و هریسانه این یه چور تشبیه دهنهای حریس یعنی هرس و تمع انسانها و یا دولتهای تمعکار رو اینطوری تشبیه کرده که با دهنهای حریس و در واقع سو استفاده گرشون خواستن که نعمتهای ایران رو ازش سو استفاده کنن میگه اگه خواب بمانیم یعنی خودمون رو به خواب قفلت بزنیم این سرزمین زیبا رو از ما میگیرن میرو بایند به زور یعنی میدزدند به زور از ما به زور میگیرن آنچه چه داریم و مال هر چی که داریم مال ما ها ایرانی هاست بعد ما نمی ترسیم برای حفاظت از مملکتمون ترسی در مورد حفظ مملکتمون نداریم و در مورد زیبایی و دلنشینی این سرزمین میگه بریم به قسمت های بعدیش درست و نادرست کشور ایران از شمال و جنوب به دریا ختم می شود درست ایران زادگاه دانشمندان و شاعران بسیاری است درست به نظر شاعر کشور ایران چگونه به رونق و پیشرفت علم خدمت کرده است شما میتونید رجوع کنید به این قسمت و توضیح بدید چجوری خدمت کرده خب در این سرزمین زرخیز ایران شعرای بزرگی مثل مولانا و سعدی و حافظ رو پرورش داده فردوسی رو پرورش داده دانشمندان بزرگی مثل خیام ابو بیرونی ابو علی سینا و بسیار موارد دیگر رو پرورش داده و اینها رو در واقع علمشون رو به جهان هم صادر کرده به خاطر همین در واقع فرهنگ جهان مدیون ایرانه وظیفه دانش, دانش, آموزان در سربلندی کشور ایران چیست؟ حالا اگر یه دانش آموزی هستی میخوای سرزمینت سربلند باشه چی کار باید بکنی؟ خب یه دانش آموز باید چی کار بکنه؟ خوب درس بخوانند و با کسب علم و دانش و فرهنگ غنی موجب سربلندی همیشگی ایران عزیزمان باشند واژه آموزی یعنی لغت آموزی به این عبارات دقت کنید نمکدان یعنی جای نمک یخدان یعنی جای یخ حالا تو بگو شمدان یعنی جای شم جایی که توش گل میذارن چی میشه؟ گلدان این فعالیت کلاسه یعنی در کلاس با همکاری معلم انجام میدید صندلی صمیمیت کوچک کردن موضوع به موضوعی که معلم انتخاب میکند خوب فکر کن و آن را به موضوعهای کوچکتر تقسیم کن انتخاب موضوع کوچک و تفکر حالا یکی از موضوعهای کوچک را انتخاب کن و در مورد این آن فکر کن سعی کن موضوعی را که موضوعی را انتخاب کنی که در مورد اون اطلاعات بیشتری داری گفتار هر وقت آماده بودی روی صندلی معلم بنشین و رو به دوستانت فقط در مورد بخشی که انتخاب کرده ای صحبت کن یادت باشد زمان صحبت تو خیلی طولانی نباشد تا برای شنیدن حرفای دوستانت هم وقت داشته باشه پس اینم شد کار در کلاس بیاموز و بگو گاهی برای بیان عواطف و احساسات از نوشته های زیبایی استفاده می شود که اغلب دارای آهنگ است این گونه نوشته ها رو شعر می گویند. پس این چیزی که الان ما خوندیم یعنی درسی که الان خوندیم درس ایران عزیز در قالب شعره که آهنگ و ریتم خاصی داره چرا اینجوریه برای اینکه احساسات ما رو بیان بکنه متن درس ایران عزیز شعر است خواندن شعر به روح انسان آرامش می دهد کشور ایران شاعران زیادی دارد آیا شعرهای دیگری را به یاد داری تا برای دوستانت بخوانی اگر شعر دیگری را بلدید برای دوستانتان در کلاس بخوانید گوش کن و بگو با دقت به این داستان کوتاه گوش کن و کارهای درست و نادرستی را درستی که در آن بیان می شود را به خاطر بسپار پس داستانی در کلاس خونده میشه شما کارهای درست و نادرست اون رو بررسی خواهید کرد حالا به صورت گروهی در مورد مطالبی که به خاطر سپرده گوش کنید نیمی از گروه ها در مورد کارهای درست و نیمی دیگر در مورد کارهای نادرستی که در متن داستان وجود دارد با هم مشورت کنند حالا پاسخ را در کلاس بررسی کنید پس در واقع این یک کار در کلاس هست که باز معلم یا خودتون یه داستان رو میخونید نکات مثبت و منفیش رو تحلیل میکنید شما رو به خدا میسپرم تا ویدیوی بعدی